و میگه که دولت ایران از سال 2012 حدود 16 میلیارد دلار در سوریه، عراق، لبنان، یمن هزینه کرده. در سوریه 4 میلیارد و 600 میلیون دلار اعتبار در اختیار بشار اسد رئیس جمهور این کشور قرار داده است. خدا پدرتو بیامرزه آقای برایان هوک، خدا پدرتو بیامرزه. ما اصلا میگیم شما درست میگی، اصلا دقیقا آماری هم که داری 16 میلیارد. آقا حرف واقعی، من اینجا حرف واقعی برایان هوک رو تایید میکنم. در تم از سال 2012 تا الان چند ساله؟ 6 سال گذشته. در این 6 سال که ما یک قول بیشاخ و دومی به نام داعش رو تونستیم شاخش رو بشکنیم، کلن با چقدر؟ 16 میلیارد دلار طبق گفته برایان هوک. اینا میدونید دیگه، همه چی هم ضرب در 4-5 میکنن. همون زبدری که کرده من میگم درسته، چیزیه که ایشون پریشب گفته دیگه در اندیشکده هادسن واشنگتن دی سی. 16 میلیارد دلار کجا؟ تازه ایشون میگه ما این 16 میلیارد دلار رو به سوریه دادیم، دقت کنید، به همپیمانانمون در عراق دادیم، به حزب الله لبنان دادیم، به حوثی‌های یمن دادیم. یعنی چیزی که ایشون میگه سوریه، عراق، لبنان، یمن، 4 تا کشور ما 16 میلیارد دلار خرج کردیم. یعنی هر کشوری طبق گفته ایشون یه چیزی نزدیک 4 میلیارد دلار. آقای برایان هوک، همه این پولایی که شما گفتید، من اصلا میگم شما که ضرب در 4-5 هم میکنید، ولی میگم باشه قبوله، اینو بذاریم در کنار چیزی که رئیس جمهور وقتتون گفته، کسی که تو داری براش کار میکنی، 7 تریلیون دلار کجا؟ که فقط شما تو سوریه خرج کردید. 16 میلیارد دلار کجا؟ 7 تریلیون دلار خیلی حرفه. شما 7 تریلیون دلار آخه چند برابره؟ تازه چیزی که خودتون میگی، برای ما که میدونی نه ضرب در چند میکنن، برای خودشون هم منهای چند میکنن، خدا میدونه. چیزی که آماری که آقای ترامپ بگه ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم تو سوریه، چیزی گیرمون نیومد. و ایشون میگه ما در 4 کشور 16 میلیارد دلار خرج کردیم. یک کف بعد بزنیم برای سپاه پاسداران، درود به شرف سرداران سپاه که اینقدر هوشمندن، فارغ از بحثای مذهبی و عقیدتی و اینا که بریزمش دور. یعنی چه نخبه ای ما داریم تو سپاه پاسداران؟ معادلی صدها برابر کمتر از خرجی که آمریکا با تمام اون دبدبه کبکبه که خرج کرده توی منطقه، معادلی با ده ها صد ها هزاران برابر تو همه ابعاد کمتر و مقیاسی کمتر از آمریکا اومده و تمام نقشه های صهیونیسم جهانی رو تو منطقه از بین برده. فقط آمریکا ادعا کرد که 7 تریلیون دلار تو سوریه، فقط 7 تریلیون دلار رو طبق گفته آقای برایان هوک. من که خبر ندارم، من که ریز این آمارا رو ندارم، که من دارم حرف آقای برایان هوک رو میزنم. 4 میلیارد دلار ما تو سوریه خرج کردیم، طبق 4 میلیارد هم اعتبار دادیم به آقای بشار اسد. یعنی با 4 میلیارد دلار ما چجوری در برابر 7 تریلیون دلار ایستادگی کردیم؟ این اون چیزیست که من بهتون میگم شاهکاری که ما در سوریه کردیم اینجاست. حالا الان فهمیدید چرا اینا دارن خودشونو پاره پوره میکنن؟ بهشون فشار اومده، خودش هم داری میگه تازه ضرب در چند کردین دیگه. خب این از این داستان. بس دمش گرم، شما با این که گفتی بیشتر خودتونو ضایع کردید. But we're going to be coming out of there real soon. Going to get back to our country where we belong, where we want to be. But just think of it. We spent, as of 3 months ago, $7 trillion, not billion, not million, $7 trillion with a T. Nobody ever heard of the word trillion until 10 years ago. We spent $7 trillion in the Middle East. We'd build a school, they'd blow it up. We'd build it again, they'd blow it up. We'd build it again. Hasn't been blown up yet, but it will be. But if we want a school in Ohio to fix the windows, you can't get the money. اینو بزنیم در کنار چیزی که رئیس جمهور وقتتون گفته، کسی که تو داری براش کار میکنی. 7 تریلیون دلار کجا؟ که فقط شما تو سوریه خرج کردید.
اعتراف امریکا به شکست راهبردی در غرب آسیا. رئیس جمهور امریکا در جلسه مشترکش با نماینده های جمهوری خواه و دموکرات و تیم اقتصادیش از هدر رفت 7000 میلیارد دلاری در غرب آسیا و شکست سیاست های پرهزینه امریکا در این منطقه گلایه کرد. ترامپ هزینه های امریکا در غرب آسیا را دور ریختن پول دونست، اون هم در حالی که دولت امریکا برای تعمیر زیرساختاش پول نداره. رئیس جمهور امریکا با انتقاد از اینکه متحدان واشنگتن در نقاط مختلف مثل ژاپن، کره جنوبی و عربستان مقدار کمی از هزینه های امریکا را تأمین می کنند، خواستار گرفتن هزینه های بیشتری از این کشورها شد. ترامپ قبلا هم از عربستان سعودی به عنوان گاو شیرده یاد کرده بود. چیزی که آماری که آقای ترامپ داد، ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم تو سوریه، چیزی گیرمون نیومد. و ایشون میگه ما در 4 کشور 16 میلیارد دلار خرج کردیم. یک کف بعد بزنیم برای سپاه پاسداران، درود به شرف سرداران سپاه که اینقدر هوشمندن. یعنی چه نخبه‌ای ما داریم تو سپاه پاسداران؟ معادلی صدها برابر کمتر از خرجی که آمریکا با تمام اون دبدبه کپکبه که خرج کرده توی منطقه، معادلی با ده ها صد ها هزاران برابر تو همه ابعاد کمتر و مقیاسی کمتر از آمریکا اومده و تمام نقشه های صهیونیسم جهانی رو تو منطقه از بین برده. فقط آمریکا ادعا کرد که 7 تریلیون دلار تو سوریه فقط، یعنی با 4 میلیارد دلار ما چجوری در برابر 7 تریلیون دلار ایستادگی کردیم؟ این اون چیزیست که من بهتون میگم شاهکاری که ما در سوریه کردیم اینجاست. چیزی که آماری که آقای ترامپ داد، ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم تو سوریه، چیزی گیرمون نیومد. 7 تریلیون دلارز ان دی میدل ایست. فقط آمریکا ادعا کرد که 7 تریلیون دلار تو سوریه فقط.